با استعفای خادم، سجادی مسئول واگذاری سرخابی‌های پایتخت به بخش خصوصی شد. پس از به نتیجه نرسیدن مزایده واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی و بازگشت این دو باشگاه به وزارت ورزش و جوانان، مسئولیت واگذاری سرخابی‌ها به نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان واگذار شد. سایت کورا، تلاش القادسیه برای جذب طارمی. این سایت گزارش کرد باشگاه کویتی القادسیه تلاش می‌کند تا مهدی طارمی را برای فصل بعد در اختیار بگیرد. الکورا افزود ظاهراً توافقات اولیه برای تحقق چنین انتقالی صورت گرفته است. بر همین اساس پیشبینی می‌شود گلزن سرخپوشان در ازای مبلغی به ارزش 1,200,000 یورو به این تیم کویتی بپیوندد. باشگاه نوریچ در پی جذب جهانبخش. ایسنا نوشت علیرضا جهانبخش، مهاجم ایرانی نایمخن که درخشش فوق‌العاده‌ای در این تیم داشت و توانست به عنوان بهترین بازیکن لیگ یک هلند انتخاب شود، پیشنهاد 7 میلیون یورویی از تیم نوریچ انگلیس دریافت کرده است. جهانبخش با این پیشنهاد به گران قیمت‌ترین لژیونر تاریخ فوتبال ایران تبدیل خواهد شد. محجوب مالکیت ملوان را واگذار کرد. سیروس محجوب با ارسال نامه‌ای برای فرماندار انزلی از مالکیت باشگاه ملوان انصراف داد. 70% سهام باشگاه ملوان در اختیار محجوب بود که ظاهراً او این سهام را بین مسئولان شهری تقسیم کرده است. سپ بلاتر سرانجام تسلیم شد. رئیس فیفا استعفا داد. بحران در فیفا با وجود انتخاب مجدد بلاتر به عنوان ریاست این فدراسیون بین المللی با اعترافات جروم والکه، دست راست بلاتر وارد فاز جدیدی شد و منابع انگلیسی از جمله روزنامه گاردین خبر از استعفای بلاتر دادند. بلاتر در پیامی خطاب به هیئت رئیسه فیفا خواهان تشکیل نشست فوری در زوریخ شده تا جانشین او انتخاب شود. طبق گزارش گاردین، بلاتر تا زمان انتخابات بعدی همچنان به عنوان رئیس فیفا باقی خواهد ماند و به کارش ادامه می دهد. روبرتو کارلوس سرمربی تیم دژاگه شد. ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل و باشگاه رئال مادرید به عنوان سرمربی جدید العربی قطر انتخاب شد. العربی که اشکان دژاگه را در اختیار دارد در فصل قبل لیگ ستارگان قطر نتوانست نتایج خوبی به دست آورد. سران این باشگاه قصد دارند تیم خوبی را آماده فصل جدید کنند که در نخستین گام در نیمکت خود دست به تغییر زدند و روبرتو کارلوس را به عنوان سرمربی انتخاب کردند. ونگر، فصل بعد برای قهرمانی می جنگیم. پس از قهرمانی توپچی‌های شمال لندن در جام حذفی انگلیس پس از برد 4-0 مقابل آستون ویلا، آرسن ونگر معتقد است که آنها فصل بعد برای قهرمانی خواهند جنگید. سرمربی آرسنال گفت زمان کافی برای آماده شدن برای لیگ داریم، زیرا در پلی آف چمپیونز لیگ شرکت نمی کنیم.